اندام سالم باشین در کنار فامیل و خانواده خود. عید قربان گذشتهش مبارک باشه. از مو معمولا کسایی که در کشورهای خارج استرالیا یا اروپا زندگی ندارن، معمولا امون روزای تعطیلی عید اصلی را که امون روزی باشه اینجا نیه، امون خاطر دیگه مو 3-4 روز بعد از گرفتیم دیگه برادرای کمیونیتی داود مقیم ملبورن استرالیا. دیگه امروز روز یک شنبه 3 جون که برادرای داود تصمیم گرفته که در سالون دیگه پروگرام عید را بگیره. ما موتور آمادگی شده گرفته که بریم در سالون ببینیم که برادرها چی پروگرام و چی برنامه ای دارن. دیگه امیدوارم که شما قد از مو باشین، بلده از مو خوشتر شدن، مو بلدهشون ویدیو میگرین. بازده ای برنامه دوستا پروگرام های بسیار خوبی دارن. دیگه برنامه تخم مرغ جنگی و همه رسم رسوم قدیمی وطن است، دانس است و دیگه پروگرام های دیگه تفریحی است. دیگه دوستا هستن شعر میخوانن و سخندانی هستن. دیگه امید یک پروگرام های داره ناندهی هست، باز انشالله نورم در ویدیو باز نیم کرنین. دیگه من تصمیم گرفتیم رئیش دیم دیگه بریم در سالون خود از ما بین کرنیم که پروگرام ها چی رقم هست، در سالون اونجا برنامه چی هست، دیگه کی کی هست، کی کی نیه. دیگه دوستایی که خیلی ها را شاید اوش نکتشن در یه ویدیو بین کرنن، بخیر باریم. دیگه ایدن درون جان و جان از تو بی خبر، وست جهان پرست جهان از تو بی خبر. چون پای برد به تو دل و جانم که جاودان، دل و جان از تو بی خبر. سروران گرامی، خانم ها و آقایان، حضور شما عزیزان را در محفل و تجلیل از عید قربان توسط اتحادیه مردمی داود خیلی مقدم عرض می دارم. امیدوارم این برنامه برای تان مفید و سرگرم کنیده و بشود. در ابتدا باید خاطر نشان کنم که جناب نظری این برنامه را ثبت کرده و در یوتیوب چنل خود و اشتراک هم گذاشت. امیدوارم کسی مخالف ایشان نباشد. اجازه دهید شروع برنامه را توسط تشهر از آقای ربیعی آغازگر شوید تا آمده ایشان در جرگاه تشهرشان کنید. برادرها هیچی مبارک، هیچی مبارک، هیچی مبارک باشید، هیچی مبارک، هیچی مبارک، هیچی مبارک. آمادگی سخنرانی رو میگیری؟ سلامت باشید، تشکر. با تبریک و تهنیت به مناسبت عید سعید قربان به حضور یک از سرداران گرامی اتحادیه داود مقیم ملبورن، از این عزیزان کوچیک نوازی کردن که سهم کوچیک در پیش برد این برنامه پر افتخار داشته باشم. از یکایک سروران گرامی مخصوصا از آقای ظفری، آقای خرمی، آقای یوسفی و دکتر صاحب عالمی رئیس صاحب، و اینک چند بیتی از غزلیات حافظ و حضورتان تقدیم می دارم. خوب شد میسر و بسو کنار هم، از بخت شکر دارم و از روزگار هم. زاهد برم که طالب اگر طالب من است، در دست جام باده و زلف نگار هم. ما عیب کس و مستی و رندی نمی کنیم، لعلی بتان خوش است و می خوشگوار هم. ای دل بشارتی دهمت محتسب نمان، و از می جهان پر است و بتی می دوسار هم. و اینک چند بیتی از اشعار مولانا. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، باغم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره دیدار خوبی یوسفم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست مبارک شما، کم دیرم دن امزید نکده میدانم آرزوست.
پیشش با چرا گرچند من کوچکتر دانم که شعر حافظ و مولانا را بخوانم، اما به خاطر دوستان و عزیزان خواستم حرفشان را زمین نگذارم و در آخر برای همه عزیزان از خداوند لایزال میخوانم. اکنون توجه شما را جلب میکنم و نمایش فوتبالی توسط محترم مهران نظری، امیدوارم برایتان سرگرم کنید و خوش شود. مهران جان سخنانشان ما را مستفید سازند. تا آمدن ایشان تشویق بفرمایید. کجا خواهد بود ما تشکر خاص کنید، خاطرهای خاص کنید از اتحادیه داوودی بزرگ، داوودی که در یک جغرافیای بسیار وسیع در جامعه موقعیت دارد و مردان و انسان‌های بسیار مالدار در آنجا زیستند و بالاخره در دیار ابدیت شکافتند. روح خادم روحان شاد باشد و کسانی که باقی ماندند و ادامه دهند راه آنها هستند برای از اونها سلامتی و عزت و خاطرمندی و سعادتمندی آرزو کنند. در خدمت شما یکم عرض کنیم، اگر گاهی وقتها با گذشته های رسم و امناتی ایدی سلیمی از ها در ثابت وضع اقتصادی مردم خوب نبود، این البته سخنرانی نیست، من یک صحبت های خودمانی میکنیم بین خود. اقتصاد مردم بر اساس زراعت و مالداری پیش برده شد، یعنی 90% مردم در حالت فقر زندگی میکردند. اگر ما بکنیم را سال قبل را در نظر بگیریم، 10% مردم عاشق باقی خود از طریق زراعت و مالداری و پیش می بودند. در عموم حالت که فقر حاکم بود بر جامعه ما، اما محبت همدیگر خیلی هم زیبا بود، خیلی هم زیبا بود. ما اگر ببینیم در وقتهایی که دید می آمد این شانه با خوشحالی دایر بود، لباسها میان خیلی در رنگ مردم هم بود، ولی اکثریت کار بوده لباسهایشان اینه بودن اینه که استرالیا برای ما و شما وطن شده است. برای این سرزمین برای عنوان شهروندان این کشور مسئولیت داریم تا قوانین و اصول انسانی و اخلاقی جامعه را مراعات کرده و به عنوان شهروندان آگاه مسئولیت پذیر مفید و مؤثر عمل کنیم تا مبادا بار دوش دولت و نهادهای دولتی باشیم و از سوی دیگر الگوی همپذیری و نمونه کامل از انسانهای مفید و ارزشمند باشیم و حضور معنیدار ما بتواند راه را برای حل مشکلات سایر پناهجویان قوم فراهم کند. در یک کلام ما باید چهره خوبی را در این سرزمین به نمایش بگذاریم، از فرصتهای شغلی، آموزشی، تحصیلی و سیاسی برای حضور مؤثر و آینده‌دار برای فرزندان و جامعه خود استفاده کنیم.
اللهی عزیز، نکات مهم و اساسی دیگر را که میخواهم با استفاده از فرصت امروز خدمت شما عرض کنم، امیدوارم که مورد توجه و دقت قوم و دوستان قرار گیرد، و این که ما به عنوان مهاجرین و کتله بزرگ قومی در این سرزمین چند مسئولیت عمده و اساسی در قبال خانواده خود، جامعه جدیدی که در آن زندگی میکنیم و زادگاه و سرزمینی که ما هم تعلق داریم، یعنی سرزمینی که ما از آن آمده ایم، در قبال این دو رسالت مهم داریم. اول رسالت در قبال خانواده، ما در قبال فرزندان و خانواده خود رسالت داریم که در این سرزمین خود را پیدا کنیم، یعنی فرزندان ما باید درس بخواند، نسل دوم و سوم مهاجران باید از کارگری و مزدوری ها رهایی یابند، آنان صاحب شغل زحمتتر از ما که هم مفید و هم مؤثر باشد و هم نقش در جامعه داشته باشند گردند. از توجه تان یک جان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در این قسمت برنامه بخش سرگرمی رو داریم. در این بخش دوستان پیشنهاد دادن تا یک گیمی وطنی یا سرگرمی وطنی به نام تخم مرغ جنگی یا همون خیره جنگی خود وطن ما شما را داشته باشیم. و این گیم قسم است که ابتدا در هر میز ده عدد تخم مرغ تقسیم می شود، بعد همگی در هر میز بین هم رقابت پرداخته و برنده هر میز تشریف می آورد بالای استیج، بعد در اینجا ادامه بازی جریان می آورد. باش ما سرکم از نیز شما کی برنده باشم؟ الله برندشیم با سر استیج باید بازی ندید برای باش باش ما سل کنم کدام کنم برنده میشه وقتی شما را ایده نمشه آقای علمی شما اردو شما اردو با برنده میشیم بلوم شما بی برنده یا تبال ببرنده نه شما واجی میتونید این برنده شما قد برنده برندهش ده؟ یا جایزه خیلی بگر از تو چکار میده؟ برنده این؟ بیا سر استیج بیا برنده این شان ها چانس دست می دوره ما برای کنبای بایین جناب رمضان آدمی و شکور آدمی است ببینیم که برنده می شود و شکور آدمی برنده شود بعدی هم جناب حسنی و جناب حضرت برنده بعدی را بحمد از آقای سهیلی و آقای خورمی نمید تا تنجایی کنیم بگیم برده ای آقای هست بحمد آقای سهیلی برنده شما تشکر یحیی اینا لیزی دو؟ Hey, what's it when you get? I don't even know. Get all the eggs? Shukura Amira Valadeva. Away and Rasiliva is away. Bahar Fawad making the Valade is not there. آقای رسولی برنده
تقریباً آقای کرمی کامل نکنید. این هستم نمید که میشه نکی کنم. میتونی سنگ و بستای چی کنید؟ فرده نمشه. پنج برنده داریم، فکر کنم. یا در فاینل رفته؟ شکر آلمی و خودت جان یاسی ببینیم مرده شم که است شکر آلمی آقای رزایی مرده شم این مردارین رفته بدل گیده این در این دلار این درمان را بسید سادا نمید رسیل مبرده سیمی فاینل آجا فاینل فاینل رو آیتا شکر آمین آقای رزایی کب کسی ساشت آقای رزایی رو فاینل رو آیتا سیما آقایان آجا خورانی و آقای رزایی میباشد برگزار کننده این محفل تصمیم بر این گرفتیم که از عزیزان دانشگاهی خود اظهار سپاس و قدردانی کنیم و یک تقدیرنامه ناچیز را برای ایشان تهیه کرده ایم و اکنون میخواهیم از تمام این عزیزان دعوت به عمل بیاوریم تا روی استیج آمده و تقدیرنامه هایشان را تحمیل بگیرن. خانم شگوفه امیری خواهش میکنم اینجا تشریف بیاورن و تقدیرنامه ایشان را دریافت کنم. دامادن شما تشریف کنم. تبریک باشه. امیدوارم مسیر دانشگاهیتان هم. از خانم فرزانه حیدری خواهش میکنم تا در جانگاه بیاین. ولی فکر کنم ایشان در برنامه تشریف ندارن و نمایندگی از ایشان جناب فایق هستم بخشش بخش هستم خب به من گفته شده بود که نیستم مذرد بخواه تشویقشان کنین آمدم قدرت مضاعف در تا تحصیلات خودتا نهایت و مرحله نهایی برسونی موفق باشه موفق باشه تشویق شده مریم محمد رحیم خواهش میکنم تشریف بیاره اینجا خانم فرید جان هست موفق باشید در مسیر دانشگاهیتان میلاد جان حسینی لطفا در جایگاه تشریف بیاورید تشریف میشم کنید شما مبارک بود از عزیز دانشگاهی دیگر ما علی جان داودی خواهش میکنیم اینجا بیاین و تقدیرنامه‌شان را دریافت کنیم مرتضی جان یوسفی خواهش میکنیم اینجا بیاین و تقدیرنامه ایشان را دریافت کنیم علی رضا ابراهیمی لطفا در اینجا تشریف بیاورید تبریک باشه آقای ابراهیمی میلاد جان نظری از شما خواهش می‌کنم اجازه بدید
تبریک باشم بلند. خب عزیز دیگر ما دکتر صاحب فرایدون عالمی لطفا در جای ما تشکر باشم. سیما احمدی خواهش میکنیم اینجا بیاییم تشکرشان کنیم. تبریک باشم. خب عزیز دیگر دانشگاهی ما خانم منیژه عالمی خواهش میکنیم اینجا بیاییم و تقدیرنامه شما تسلیم شد. عزیز ما سخی جان حسینی خواهش میکنیم اینجا تشریف بیاورن و تقدیرنامه شما تسلیم شد. حسینی می باشن لطفا در اینجا تشریف بیاورید و تقدیرنامه شان را تسلیم شوند. دوباره پاکستان، ما پاکستان خیلی تیر بودم. نام از این در پاکستان است بقره‌ای. بقره مو فهمین در اردو مانایش چیه؟ خب، حالا بینجا مردم ها رقم رقم حیوان ها قربانی ننگه و شطور و سند اینا در پاکستان معمولا همین بقره بدبخت زیاد قربانی میشه. از اون خاطر نام زیر اشتر بقره ای و معنای بقره هم حضرت پوز دیگه چی قدره که پوز پاکستان رو بدبخت یه روز بعد رو دیگه عید قربان با معنای رسول گذری هم هستند. انسان ها از جان خود روی خداوند مخرند و یک ده دیگم از مال خود روی خداوند مخرند. با او خاطر هم عید قربان که چون حضرت اسماعیل صحیح محترم خدمت شما گفتن و حکم خداوند راضی به این شد. Thank you.